سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب ترفند. بیایید تصور کنیم که شما کارگردان یه فیلم یا سریالی هستید، ولی وقتی فیلمتو که منتشر میکنی یهو باعث جنجالای وحشتناک و اعتراضای باور نکردنی میشی. بیایید بریم سراغ موارد تا بهتر متوجه بشید منظور من از 4 تا فیلمی که تو جهان جنجال زیادی به پا کرده دقیقاً چیه. فقط لطفاً سابسکرایب و لایک این ویدیو فراموش نشه. شماره 1، فیلم سینمایی 300. زک سنایدر وقتی سال 2006 تو آمریکا از فیلمش رونمایی میکنه با استقبال باور نکردنی روبرو میشه. هنوز که هنوزه فیلم 300 اگه بخوایم منطقی و از دید تحلیل فیلمی نگاه کنیم جز بهترین فیلم‌های سینمایی هست که جلوه‌های ویژه‌ای خیلی خوبی داشته، ولی پخش این فیلم برای یه عده از مردم دردناک بود. برای کیا؟ برای پارسی زبانان. فیلم 300 دست گذاشته بود رو نبردی تاریخی بین ایران و یونان به نام ترموپیل. حکایت جنگ بین ارتش پارسی و خشایارشاه با 300 تا از بهترین جنگجویان اسپارتی. اما سربازای اسپارتی میدونستن مرگشون حتمیه، ولی یه قولی داده بودن و اون قولم این بود که توی این خاک خون خشایارشا یعنی پادشاه پارسی رو روی زمین بریزن، که دقیقا هم این قولشون اتفاق میفته. طبق این فیلم با وجود اینکه کل اون 300 نفر تیرباران میشن، اما در نهایت تونستن با زخمی کردن خشایارشا به اون وعدهشون عمل بکنن. داستان فیلم اینجوریه که شما اگه به عنوان مخاطب بشینی اونو ببینی دلت حسابی براشون میسوزه و میگی چقدر ایرانی ها بیرحم و ظالمن. ولی این فیلم باعث نه تنها نقد ایرانی ها میشه، بلکه خیلی از کارشناسان غربی هم به اون نقد میکنن. ایرانی ها با نوشتن صدها بیانیه تو سایت های مختلف عنوان کردن که این فیلم تحریف تاریخه و واقعیت نداره، و جدای از اون معتقدن که چهره ارتش پارسی داخلش به حالت تمسخرآمیز و مثل یک کاریکاتور نمایش داده شده. موج اعتراضات و درگیری و جنجال به حدی بالا میگیره برای این فیلم ضد پارسی که میبینید. من این فیلمو جزء 4 تا فیلمی که بعد انتشارش جنجال به پا کرد آوردم. بریم سراغ مورد بعدی. شماره 2، فیلم سینمایی بیگناهی مسلمانان. این فیلم سینمایی 2 ساعته سال 2012 منتشر میشه و وقتی بخشای کوچیکی ازش توسط یه فرد مصری روی یوتیوب بارگذاری میشه جنجال وحشتناکی رو ایجاد میکنه. حتما شما یه چیزایی شنیدید که میگن یه فیلمی ساختن که داخلش پیامبر اسلام رو فردی بچه باز و دختر باز و خلاصه مفسد نشون میدن. همه اون نقلا در مورد این فیلم بود که دارم بهتون میگم. داستان این فیلم از جایی شروع میشه که مسلمانای تندروی مصری به یه داروخونه حمله میکنن. بعد توی یه سری از اتفاقات پایه‌ریزی شده میره یه راست و داستان صحرای عربستان و جوونی پیامبر رو نشون میده. تو این فیلم پیامبر اسلام به طرزی طنزگونه نشون داده میشه که یه آدمیه که گناهان زیادی انجام میده. هرچند که من این فیلمو ندیدم و فکر نمیکنم کسی دیده باشه این فیلمو، ولی به گزارش دیلی تلگراف یا مثلا اسکای نیوز میگن که توی این فیلم پیامبر نماد شخصی منحرف و دزد و مسته که بچه خواهی و همجنسگرایی و مجاز میدونه و صحنه‌ای از همخوابگی اون با زنان مختلف هم نشون داده میشه. داستان دیگه خیلی داشت فراتر میشد. مثلا وزیر راهن پاکستان یه جایزه 100 هزار دلاری برای کسی که سازنده فیلمو بکشه تعیین میکنه. مثلا انتشار قسمت‌هایی از این فیلم تو تلویزیون اسلامی اناس مصر باعث حمله به سفارتخانه و کنسولگری ایالات متحده تو مصر و لیبی و یمن میشه. تو جریان این حمله ها مثلا سفیر آمریکا کریستوفر استیمز با شلیک راکتی به سمت اقامتگاهش و خفگی تو پی اون آتش‌سوزی جان خودش از دست میده. کم کم دارید متوجه میشید وقتی دارم میگم فیلمایی که جنجال به پا کرد یعنی چی. شماره 3، سریال چینی بیوقفه یا رام نشده. این سریال چینی با یه تم تاریخی سال 2019 منتشر میشه، اما به حدی محبوب و پربازدید میشه که تو 10 سال اخیر هیچ سریالی، تأکید میکنم هیچ سریالی تو آسیا نتونسته از بیوقفه امتیاز و بازدید بالاتری تو این فاصله زمانی بگیره. اما چرا اینقدر سریال بیوقفه محبوب شد؟ دلیلش واضح بود. این سریال در اصل یه رمان معروف بود
یعنی تقریبا کل اهالی شرق آسیا از وجود رمان معروف بیوقفه مطلع بودن. خب خیلی برای کسایی که رمانو خونده بودن خبر جذابی میتونه باشه که داره فیلم این رمانی که خوندی ساخته میشه. قصه حول سرزمینی میگذره که 5 تا گروه بزرگ تعلیم دیده داخلش وجود داره که وظیفه هر کدوم از این 5 تا گروه محافظت از مردم و مبارزه با نیروهای شیطانیه. توی همین حوالی دو تا پسر به نام ووشیان و لانجان تو چارچوب دوره‌های تعلیمیشون با هم آشنا میشن و نسبت به هم احساسات پیدا میکنن و تقریبا میتونم بگم که قانون‌های زیادی رو هم میشکنن. هرچند قصه فراتر از ایناست و من فقط ساختار کلیش رو گفتم، اینکه ووشیان ترد میشه و 16 سال ناپدید میشه و اینا داستانش مفصله. هدفم اصلاً توی این موارد اسپویل فیلم و سریال نیست. اما شاید با خودتون بگید خب جنجال این موضوعی که گفتی کجا بود؟ خب ببین، اگه رمان بیوقفه رو خونده باشید کاملاً میفهمید که ووشیان و لانجان رابطهشون عاشقانه است. یعنی تو بخشایی از کتاب شما کاملاً با روابطی روبرو میشید که شاید باید تنها بخونیدش. اما اینجوری بهتون بگم که حتی از کوچکترین بخشای کتاب از روابط این دو پسر داخل فیلم اشاره نمیشه. خب مخاطبینی که پیش زمینه رمانو داشتن انتقاد زیادی کردن و گفتن که این فیلم با سانسور کلی محتوایی روبرو شده و رابطه ووشیان و لانجان داخلش تقریبا این دوتا دوست معمولی یا این دوتا رفیق نشون داده شده. جنجالش همین بود؟ نه، موضوع به اینجا ختم نمیشه. به طرز عجیبی روابط شخصی بازیگرای نقش همین ووشیان و لانجان تو چین لو میره و طی فیلمایی که میشه ازش فهمید این دوتا بازیگر جدای بحث داخل فیلم و نقشی که داشتن تو زندگی واقعی به هم احساسات داشتن. پخش شدن این کلیپ ها و این موضوعات به حدی برای مخاطبین این سریال جذاب بود که روش خیلی کار کردن، ولی کار داشت خیلی خطرناک میشد. ووشیان و لانجان به خاطر قوانین کمونیستی چین هرگز نمیتونن کنار هم باشن و پخش این اخبار و این فیلم ها باعث تهدید زندگی اونا و ممنوع خروجیشون میشه. داستان جایی ترسناکتر میشه که بعضی ها سرنوشت این دو نفر رو ته چند سال آینده با بزرگانی مثل بروسلی توی چین مقایسه میکنه. راستشو بخواین خیلی هم دور از انتظار نیست. کمونیست با شخصگرایی و ملکگرایی و کلن اینجور موارد مخالفه. کمونیست میگه هر چی تو داری برای حکومته. حکومت یه چارچوبی تعیین میکنه، اگه تو بخوای از اون چارچوب خارج بشی خیلی راحت حذف میشی. خیلی از تحلیلگرا که معتقدن مرگ کسی مثل بروسلی عمدی بوده میگن که بروسلی داشت شهرتش خارج از اون چارچوب و عرف کمونیست چین میشد، برای همین خیلی راحت حذف شد. پس شاید بشه به نوعی همچین سرنوشتی و برای دو شخصیت محبوب لانجان و ووشیان تصور کرد. شماره 4، فیلم سینمایی آدمخوار محصول سال 2013. خیلی دلم نمیخواد در مورد این فیلم باهاتون صحبت بکنم. کسایی که یکم دل نازوکن بگن من این ستا مورد اولو گفتم، اینو از عمد آخر آوردم که اگه طاقتشو ندارید نبینید، میتونید همین الان ویدیو رو ببندید، مشکلی نداره. ببین تو این فیلم یه جورایی به شما تبلیغ خوردن گوشت انسان میشه. داستان در مورد مردیه که زنا رو بیهوش میکنه و به کلبه شخصیش میبره و بدنشون رو قطعه قطعه میکنه و از بخشایی از گوشتش به عنوان غذا استفاده میکنه. تمام صحنه ها هم گویا نشون داده میشه. این که میگم گویا چون اطلاعاتم در حد 4 تا سکانس سانسور شده کوتاهه. اما جنجال خیلی عجیب تر میشه. مردم بعد پخش این فیلم به دو دسته تقسیم میشن. شاید تو ذهنیت همه شما این باشه که همه مردم میگن این چه فیلمی ساختین، چرا همچین چیزای غیر انسانی رو پخش میکنین، اما اصلا از این خبرها نبود. اونایی که گیاهخوار بودن و افراد رو به گیاهخواری دعوت میکردن طی مقالاتی گفتن ببینید گوشخواری نهایتش میشه همین هم نوخاریا. یا حتی بعضی از مقالات خارجی که میخونده هم نشسته بودن استدلال آورده بودن که گوشت انسان اتفاقا گوشت خوش طعم و لذیذیه و اگه یه روزی به قحطی خوردیم باید حتما تستش کنیم. اما از اون ورم یه عده این فیلمو مسخره و حال به همزن توصیف کردن. این دسته از افراد میگفتن که بدن انسان سرشار از رگ و عصبه و به هیچ عنوان حاوی گوشت لذیذی نمیتونه باشه. گوشتی که دور تا دورش چربی‌های زرد رنگ پوشیده شده. اینا نشون میده که انسان ذاتاً برای تفکر و تغییرات مثبت پاشه تو دنیا گذاشته، نه برای خورده شدن و هم نوع خاری.
آقا این جدال و این بیانیه و این مقالات رو من نشستم خونده بودم، کلی هم تخمه میشکوندم، حال میکردم با دعواشون، ولی کامنت ها رو شما برید الان مثلا ویدیوهای خود یوتیوب رو ببینید که سکانس های سانسور شده ای از این فیلم رو گذاشتن، توی کامنت هاشون برید نگاه بکنید، ببینید که کاملا خیلی ها دارن دفاع میکنن از این هم نخاری و خلاصه برگاتون میریزه از این موضوعات. خلاصه که بچه ها اینم از 4 تا فیلمی که پخششون باعث جنجال زیادی شد. امیدوارم تا الان این ویدیو باعث استفاده شما شده باشه. لطفاً یادتون نره که چنل ترفند رو سابسکرایب کنید و این ویدیومونم اگه دوست داشتید ما رو قابل دونستید لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدارتون.